بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم سمستر پنج که نظام سیاسی اسلام است، و در اینجا به دو مطلب اشاره می کنیم که مطلب اول ویژگی های نظام سیاسی اسلام است، مطلب دوم هم اهداف نظام سیاسی اسلام است. ویژگی همون خصوصیت هایی که در دیگر نظام ها دیده نمیشه. ویژگی اولی که در نظام سیاسی اسلام است ربانی بودن است، که یعنی نظام سیاسی اسلام ربانی هست، ساخت دست بشر نیست، انسان ها این نظام نساخت است، ماننده که سایر نظام های دیگه دنیا را بشر ساخت است. بسی وحیانی هست، یعنی از طرف الله است. به مخاطر الله میگه ان الحکم الا لله، حکم از آن الله است. پس نظام و حکومت داری حکم کردن است. نظام های ساخت دست بشر از چند چیز خالی می باشه. اولی که بشر قدرت کامل نداره. زمانی که کسی نظام می سازه، قانون می سازه، باید قدرت کامل داشته باشه. اگر در دنیا کسی در نظامش یا در یک جایی در نظامش بی‌عدالتی کرد و یا اینکه به گونه غیر ناحق برنده شد، باید دنیا مکانی باشه که از طرف صاحب نظام این مجازات شوه و از او فرار کرده نتانه، کی تنها الله است. و دوم باید رحمت کامل داشته باشه، که رحمت کامل همچنان بدون الله بشر رحمت کامل نداره. و قسمی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایه الله ورحم و بیبادی من الام لولده ها، الله چنان مهربان است بر بندگانش که مادر به او اندازه بالای اطفالش مهربان نیست. و شرط دیگه، باید با عده از بشر یا با قشری از جامعه هیچ ارتباط نداشته باشه، چون هرگاه با قشری از جامعه با عده از بشر ارتباط داشته باشه، این گپ حتمی است که منافع او بشری را که ارتباط داره بیشتر مد نظر میگیره نسبت به سایر انسان ها. و چهارمش که علم محیط داشته باشه، علمی که همه یعنی آینده را گذشته را همه را احاطه کرده باشه. پس نظام الهی که است، نظام سیاسی اسلامی نظام ربانی است، از طرف الله است، از ساخت دست بشر نیست. و دومش نظام جهان شمول است و فرازمان و فرامکان است. سایر نظام ها که هستن فرازمان و فرامکان نیستن، یعنی به یک جغرافی خاص هستن، به یک وقت خاص هستن. نظام سیاسی اسلام به یک وقت خاص، به یک جغرافی خاص نیست. همون قسمی که پیامبرشان می فرماید قل انی رسول الله الیکم جمیعا، الله برش پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما برای همگی فرستاده شدیم. وقتی که از ما دین ما جهانی هست، پیغمبر ما جهانی هست، و کعبه ما جهانی هست، قرآن ما جهانی هست، همین قسم نظام سیاسی ما جهانی است. نظام سیاسی ما به یک کشور خاص جغرافیایی نیست که انگلیس ها برای ما تعیین کرده باشن و به اساس ساسمان سی ایس پیسکو او مقدس برای ما شمرده شوه، بلکه نه، بلکه حتی در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایه اذا بعی للخلیفتین فاقتلوا الاخر منهما، اگر همزمان دو رئیس دولت تعیین میشه و با اینها بیعت صورت میگیره، پس دومیشه باید بکشی. یعنی به این معنا که یک نظام باید از مسلمان ها باشه تا وحدت سیاسی مسلمان ها حفظ شود، و وحدت سیاسی مسلمان ها مهمتر از تمام وحدت هاست. ای که امروز دنیایی را فراموش کرده مسلمان ها، بخاطر ای که ای گپ اگر عملی شود بناهن به نفع مسلمان ها هست و دیگر ها ازش منفعت نمیبرن. و فرازمان به این معنا هست که نظام سیاسی اسلام به کدام وقت خاص نیست، که بعضی ها بگن که نظام سیاسی اسلام به 1400 سال گذشته برمیخوره، دیگه او زمانه رفتار نظام سیاسی هم نیست. تا
تا دین هست، تا قانون خدا هست، نظام سیاسی هم هست. قانونش یعنی قرآن. و دومش نظام متوازن، سوم نظام متوازن و میانه رو. نظام سیاسی اسلام یک نظام متوازن، یک نظام میانه رو است، نه مانند نظام سرمایه‌داری افراد میکنه در بعضی امور که مثل نظام سرمایه‌داری افراد به حد رشد میته که کمپانی های خصوصی به دسترس از اونا قرار میته که افراد در حقیقت حاکمان جامعه میشن. یعنی افراد سرمایه‌دار اونا شرکت جور میکنن، اونا منابع طبیعی جامعه را به انحصار خود میارن. پس اسلام چنین نمیکنه که مثل سرمایه‌داری بره افراد رشد بده، باز افراد از خود مثل گازگروپ جور کنه و غیر از تیل ده انحصار خود بیاره معادنه، بقیه ملت از او کم سود ببرن. ای تو نمیکنه. و همین قسم مانند کمونستا هم نمیکنه که کمونستا تمام افراد جامعه را یکسان قرار میده، سرمایه‌دار بیخی ضربه میزنه، بعدن اینا کار میکنن، مزدشان خود دولت میگیره، برای ازیا یک مقدار تنخواه کم تعیین میکنه. ای گناه هم نیست. اسلام یک نظام میانه رو است واقعا. نظام اقتصادیش هم، نظام سیاسیش هم، نظام اجتماعیش هم، در هر بخش که بری نظام اسلامی یک نظام میانه رو است. و چهارم ویژگیش اخوت دینی را برپا میکنه نظام سیاسی اسلام، که به اساس اعتقادات مسلمان ها با هم برادر میشن. و پنجمش هم همکاری اجتماعی، که همکاری اجتماعی دو بخش داره، یکی همکاری معنوی است و دیگه همکاری مادی است. همکاری معنوی است که دین، پیامبر علیه السلام میگه دین نصیحت است. وقتی که دین نصیحت شد، باید ما خیرخواهی برادر مسلمان خود باشیم و رای درست برایش تعلیم بدیم. این همکاری معنوی هست که باید بکنیم. و همچنان قرآن هم میگه شما بهترین امت هستی به خاطر که مردم به نیکی دعوت کنی از بدی منع بکنی. ششمش هم اطاعت از شریعت اسلامی است. جز از شریعت اسلامی دیگه از هیچ چیزی اطاعت نمیشه، نه از کدام قانون دیگه، نه از کدام جرگه و غیره و غیره. هفتم عاری بودن از تعصب است، که باید نظام سیاسی اسلام از تعصب عاری باشه به خاطر که وحیانی است دیگه و عاری از تعصب است. و دیگه نظام ها پر از تعصب هستند. هر نظامی که در دنیا میبینیم تعصب داره. هشتمش رعایت اخلاق در امور سیاسی است، که در امور سیاسی هم اخلاق مراعات میکنه به طور کامل و احسنش. و نهم گسترش نیکی ها و ممانعت از بدی ها. نظام سیاسی اسلام مکلف است که تمام فرایض تطبیق بکنه و از تمام آنچه که حرام است از او جلوگیری کنه و او را منع بکنه. دومش مساوات است. مساوات به این معنا که در برابر قانون همگی یکسان باشن. این ویژگی های نظام سیاسی اسلام است. و بخش دیگه اهداف نظام سیاسی اسلام است، که البته دو نوع اهداف داره، هدف دنیوی و هدف اخروی. اهداف دنیویش، اولین هدفش تنظیم و اداره امور دنیوی مسلمانان است، به خاطر که اسلام دین کامل و شامل است، تنها آخرت در بر نمیگیره، تنها دنیا را در بر نمیگیره. پس اولین کاری که میکند اداره امور دنیوی مسلمانان را تنظیم میکنه، چون اگر یک نظم در دنیا نباشه ما نمیتونیم برای آخرت خودم کار بکنیم. و دومش تطبیق عدالت است، که نظام سیاسی اسلام عرضی حق به حقش میرسانه، هر صاحب امانت امانت برش میسپاره. پس یعنی به این معنا که تطبیق عدالت اینی میره میگن که هر کسی به اندازه استعدادش مستحق مجازات میشه و هر کسی هم به اندازه به اصطلاح استعدادش مکافات میشه، به اندازه گناهش مستحق مجازات میشه. مکافات، مجازات به اندازه گناه و به اندازه هم استعداد. بنان در دیگه نظامای تو نیست. هر کسی که پول دار است، مثلا یک وزیر یک جرم میکنه در نظام های سرمایه داری،
بوان یک نفره که غریب جرم میکنه، اینا بسیار زیاد متفاوت هستند. انسانی که پول دار است، او اگر جرم کنه، او به او حد دیگه مجازات نمیشه که یک انسان غریب یا بیچاره به او اندازه مجازات میشه. و همین قسم مکافات هم، انسانی که سرمایه دار باشه این مکافات بسیار زیاد میشه، انسانی که فقیر باشه این مکافات نمیشه. در اسلام چنین نیست، تطبیق عدالت است. و دیگه تامین امنیت از سیومش، امنیت بیرونی و درونی، یعنی انسان وقتی که اسلام تطبیق شد روانن ذهنن آرام می باشه، در درونش امنیت می آید. و همین قسم در بیرون یعنی در جامعه هم امنیت می آید. چهارم، ایجاد امکانات رفاهی برای مردم است. و پنجم، هدفش امر به معروف است و نهی از منکر است. و ششمش، تلاش به خاطر اعمار زمین است. هفتم، هدفش از ایجاد سهولت به خاطر ادای امور عبادی، که مردم در عبادتهایشان چنان سهولت باشه که به گونه بسیار زیاد خوب و احسنش امور عبادی خود انجام بدن. نهمش، رفع مشکلات اقتصادی مردم است. دوم، که هدف اخروی است، یعنی رسیدن به رضایت الله جل جلاله. پس این اهداف نظام سیاسی اسلام می باشه.